خب سام، سام، سام یا سام؟ سام هستی؟ درود به شما. سلام، خوبی؟ مرسی، خوبی؟ مرسی. اول یه سپاسگزاری کنم از برنامه خوبتون. نه همیشه خیلی اینفورماتیوه، خیلی اطلاعات خوبی من گرفتم ازش. و بعد اینکه حالا الان من یه چیز دیگه واسه صحبت داشتم، من تو الان یه بحثی بود راجع به زبان، یه نکته به نظرم رسید گفتم اینو یه ذره صحبت کنم. من سوالم اینه، آیا گسترش زبان در راستای منافع ملی هست یا نه به نظر تو؟ گسترش زبان، گسترش زبان به نظر من یه چیز ارگانیکه، یعنی هر کاربردی داشته باشه خودش به طور ارگانیک عوض میشه بر اساس اون کاربردی که برای جامعه داره. میدونی ازم چیه؟ یعنی منافع، من وقتی هم منافع وقتی فکر میکنم خیلی منافع ملی فکر نمیکنم، برای اینکه من خیلی نه خیلی اصلا ناسیونالیست هستم. من به فکر بهتر کردن جهان هستم تا اینکه یک مردم خاص. برای همین فکر میکنم که زبانم خودش به طور مثل جوری تکامل پیدا میکنه که کاربرد بیشتری برای کسایی که دارن ازش استفاده میکنن، به طوری کسی که بخواد بدون اینکه کسی بخواد کاری روش بکنه، خودش به طور ارگانیک بهترین کاربرد رو به اون شکل تکامل پیدا میکنه. میدونی ازم چیه؟ یعنی دلیل پرسش شما چیه؟ یعنی نه میدونی، من حالا من موازه تو رو میدونم، میدونم که در واقع خیلی بحث در واقع نشنالیتی و این مسائل برات اهمیتی نداره، ولی سوالم بازم همچنان همینه، از نظر شما گسترش زبان میتونه به منافع ملی کشور کمک کنه یا نه؟ گسترش چه زبانی؟ گسترش زبان آره مثلا همون زبان فارسی حالا به هر ما چه میگن فارسی زبان. گسترش زبان کجا؟ خارج از ایران؟ آره هم خارج از ایران، هم نیرومند کردن. در حال زبان هر چقدر نیرومندتر باشه گسترشش هم فکر میکنم بهتره دیگه. من فکر کنم توی آینده نزدیک این خیلی اهمیتش خیلی کمتر بشه، به خاطر اینکه ترجمه خیلی سریعتر و دقیقتر به طور اتوماتیک انجام خواهد شد. فکر کنم زبان فقط یه چیز تفریحی خواهد بود توی آینده نزدیک. مثلا این مثلا چجوری مثلا گسترش زبان فارسی خارج از ایران میتونه باعث توریست مثلا باعث این بشه که مردم به ایران علاقه بیشتر پیدا کنن. از لحاظ ارتباط برقرار کردن میگین، یعنی که برای اینکه از اون لحاظ که انگلیسی یاد گرفتن که بهتره؟ نه از لحاظ ببین مثلا آشنایی با آثار در واقع یک در واقع تاریخی یا فرهنگی کشوری که زبانش مثلا فارسیه. خب من خب مثلا اینو به این دلیل میگم که خب دارم میبینم خیلی از کشورها حتی به صورت رایگان برای خارجی ها کلاس میذارن که زبان خودشون رو در واقع آموزش بدن. و از این طریق نه تنها زبان بلکه در واقع گسترش و نفوذ فرهنگیشون رو افزایش میدن. خب ببین به نظر من از تبلیغاتی میتونه موثر بشه. از تبلیغاتی تو جهان برای ایجاد علاقه به ایران، فرهنگ ایران، اومدن به ایران، تفریح تو ایران، یاد گرفتن از تاریخ ایران. آره میتونم تا این ایران یه ذره میدون ایران هراسی که وجود داره. آخه ما اینقدر مشکلات ایران اینقدر بار زیاده که فکر نمیدونم تو درجه چندم قرار میگیره که مثلا ما حالا مثلا فرض کنیم که آیا مثلا مردم چه میدونم کره جنوبی چقدر مثلا از شاهنامه باخبرن؟ این زمانی دغدغه ما میشه که انقدر مشکل برق و آب گرسنگی و حالا ما مثلا خیلی هایپوتتیکی دموکراسی و اینا زبان. آره یعنی من فکر کنم آره روزی که برسه که مثلا ما حالا آزادی بیان داریم و مردم سفرهشون کوچیک‌تر روی توریسممون کار میشه، آره اون موقع مثلا من میگم که خب آره خوبه که مثلا ما بیایم تبلیغ بکنیم که مثلا تو کره جنوبی مردم بدونن شاهنامه چیه. اون موقع من خیلی برام جالب میشه که بتونیم همین چیزی رو تبلیغ بکنیم. الان من خیلی روی این چیزا حساسیت ندارم. من فکر کنم الان ببین کسایی که درباره این چیزا فکر میکنن
اگه طرز فکرشون مثل تو باشه که اساس کاربردی دارن بهش فکر میکنم، فکر کنم خیلی کمه. من فکر میکنم کسایی که زبان فارسی و تبلیغش و شاهنامه و این چیزا فکر میکنن به عنوان تعصبی دارن بهش فکر میکنن، به طور برتری فرهنگ ایرانی نسبت مثلا به فرهنگ‌های دیگه، یه غروری، یک علاقه به مثلا نشون دادن این که ما دست کم نگیریم از بقیه جهان، انقدر مثلا خودشونو پایین حساب نکنن، یعنی تعصب و احساسات و ایناست. یعنی اگه به عنوان کاربردی بهش فکر بشه که من خیلی بله من دوست دارم به طور کاربردی به این چیزا بیشتر فکر بکنم مردم تا به طور تعصبی، ولی از از کاربردی الان اونقدر کاربردش اونقدر بالا نیست که ما الان بخوایم روش فوکس بکنیم. البته یک کسی کارش اینه، ببین کاربردش بگم برای کسی که علاقش هست به طور غیر تعصبی خیلی زیاده ها. خب مثلا ممکن برای من که مثلا من یک شاهنامه شناس و اینا مثلا یا متخصص تاریخ مثلا صفویان و یه همچی چیزی نیستم، برای من اونقدر چیز کاربردی نداره که الان روی فکر کنم، ولی به طور شخصی ممکنه برای یه نفر کاربردش خیلی زیاد باشه. ببین فرق داره، یه نفر بیاد بگه که من عاشق شاهنامه هستم، من فعالیتم تبلیغ شاهنامه و درس دادن شاهنامه و فلان و ایناست، خب معلومه برای تو کاربرد داره، تو داری از این لذت میبری، به طور شخصی کلی داره ازش کاربرد میبره که زندگی داره، کوالیتی زندگی تا داره بهتر و بهتر میشه، برای اینکه داره یه چیزی تمرکز میکنه که علاقه بهش داری. خب ولی یه کسی دیگه میاد میخواد بگه که همه باید به این علاقه داشته باشه، برای اینکه تو ایرانی هستی، اینم فرهنگ ایرانیه، تو باید به این علاقه داشته باشی. یعنی میگه بشه منطقی اساسا کاربرده که در واقع مشخص میکنه چه چیزی باید گسترش پیدا کنه دیگه. درسته، ما داریم توی دنیای زنیم کاربرد ها برای ما تعیین میکنه که چیکار کنیم. بحث من اینه که به طور کلی پس کاربرد دارد، اگر که حالا به قول تو اونهایی که کارشون اینه و در واقع فکر میکنن به این موضوع، در واقع در این زمینه هم تلاش کنن که زبان رو نیرومندش کنن اول از همه، و بعد حالا به قول تو حالا ما خیلی مشکلات داریم که تا بخوام اونا رو حل کنیم برسیم به این خیلی راه مونده، ولی حالا به صورت کلی الو اصلا زبان فارسی به کنار، هر زبانی رو پس دلیلی داره که این همه دارن سرمایه گذاری میکنن روی این که در واقع زبان خودشون رو گسترش بدن. آخه من یه سوال دارم، چه چیزی هست که یاد گرفتنش کاربرد نداشته باشه؟ نیازم چه؟ آره آیا چیزی هست تو دنیا که مثلا بگیم که کاربرد یاد گرفتنش کاملا صفر صفره؟ اصلا وجود نداره یه چیزی. یعنی خب یاد گرفتن هر اطلاعاتی، هر علمی، هر آشنایی با هر چیزی که تو جهان داره اتفاق میفته، آشنایی بیشتر با اون یه جای کاربردی خواهد داشت. آره نه من میخوام میدونی دارم به چی فکر میکنم، به این که مثلا از اون ور ماجرا ما نیفتیم. یعنی من دوستانی میبینم که در واقع این بی اهمیتی رو تا حدی گسترش میدن که وقتی دارن حرف میزنن چون نمیفهمی الان داره انگلیسی حرف میزنه یا داره فارسی حرف میزنه یا داره عربی، یعنی هر چی که از هر جایی رو با هم قاطی میکنه و بعد میگیم اهمیتی نداره زبان، میدونی. حالا من بحثم این نظر شخصی اون طرف نیست، اون طرف برای خودش سلیقه است، میدونی، شاید حال کنه که اینجوری حرف بزنه، به نظر من قشنگم نمیشه وقتی میکس میکنی. ولی موضوع اینه که آیا این فکت هم هست، آیا در واقع میدونی چی میگم؟ بذار اصلا من یه مثال بزنم که چقدر مفید بود. من تو کنکور ادبیاتم خیلی خوب نمرم بالا بود، ولی 13 سال صحبت نکردم، الان هرسم میخوره که یه سری کلمه رو یادم رفته. خب خیلی راحت تر من برنامه های فارسی که میذاشتم یه سری کلمه هایی هست خیلی سریع انگلیسیش میاد تو ذهنم، باید ام بکنم که این فارسیش حالا مثلا چی میشه، یه سری کلمه های که مثلا قلمبه سلمبه انگلیسیشو بهتر میدونم تا فارسیش. خب و چقدر راحت‌تر من میتونستم عقایدمو مثلا الان اینجا صحبت بکنم اگه مثلا هر البته نمیدونم دارم یه ذره لذت داره یاد گرفتن دوباره یه بعضی از این کلمه ها، یعنی برم بگردم که این انگلیسیش اینه فارسیش این میشه، نمیدونستم این دوتا یه کلمه، اینم یه لذت خودشو داره. ولی خب این کاربرد داره دیگه، من اگه مثلا یا این همه سال یه ذره بیشتر رو فارسیم کار میکردم الان، ببین من فقط موضوع اینه که خیلی به این مشکلم اینه که ارزشش از استدلال درست کمتره. خب یعنی درست خیلی خوب صحبت کردم و کلمات درست رو دونستم و قدرت روی زبان فارسی یا هر زبانی که روش صحبت میکنی ارزشش رو داره، برای اینکه بالاخره بتونی
عقایدت رو شفافتر انتقال بدی، خب این معلومه که کاربرد داره. خب ولی دو مشکل داره. بعضی موقع، یکی این که بعضی موقع ها روش حرف زدن تو بیشتر روش تمرکز میکنن تا اینکه استدلال واضحی که داری اینجا میاری برای همه، خیلی هم واضح استدلال چیه، ولی رو نحوه حرف زدن بیشتر تمرکز میکنن. یعنی به نظر من کار کردن روی نحوه درست قوی تر مهم هست، ولی نه اهمیتش رو نبریم اونقدر بالا که اصلا استدلال رو گوش نکنیم یا منطق یک حرف رو گوش نکنیم، فقط نحوه حرف زدنش رو گوش کنیم. یکی این. یکی دیگه هم اینه که بعضی موقع ما انقدر زبان فارسیمون رو قوی میکنیم که یک کلمه های استفاده خواهیم که اصلا کسی نمیفهمه ما داریم چی میگیم. خب یعنی به طور انقدر قوی میشیم تو زبان مثلا انگلیسی یا فارسی یا آلمانی که میایم یه کلمه های آکادمی که قلم به سلمبه رو همینجوری استفاده میکنیم برای اینکه فقط به رخ بقیه بکشیم که چقدر من مثلا باسوادم، کسی هم مثلا نمیفهمه مثلا 50% حرفا که زدی اصلا چی بود. خب یعنی ممکنه بعضی موقع این باعث بشه که خیلی، اگه خیلی قوی باشی فقط ممکنه یه کاربرد منفی هم داشته باشه که فقط بخوای بیای شو، یا فقط توی یک جوامع خاصی، توی یک کامیونیتی خاصی کاربرد داشته باشه. مثلا یه سری آدم ادبی که نشستن و مثلا میخوان حرف شما رو بشنون، اگر شما بتونی یک فارسی خیلی قشنگ صحبت کنی، اونا ارزش میگذارن به اینکه این آدم مثلا به عنوان یک آدم ادبی در واقع تسلط خوبی هم روی زبان فارسی داره. تسلط داره. نه ببین، برای اینکه اونا برای اینکه بقیه اونا همون کلمه رو میشناسن، این میتونن با هم یه سری کلماتی رو استفاده بکنن که کلی معنی توش بیشتر داره و کلمات ساده‌ای که مثلا ما استفاده میکنیم برای انتقال بیان افکار پیچیده‌ای که بین خودشون هست کافی نیست، یعنی باید اون کلمات رو استفاده کنن. ولی چون زمان همش... تخصصی درسته. زمان تخصصی. آره و چون ولی چون همشون میشناسن خیلی میتونن از این کلمات استفاده کنن، ولی بعد میان مثلا توی مثلا لایو یک شو یا پادکستی دوباره از همون کلمات دقیقاً از انقدر عادت کردن از اون کلمات استفاده کنن که کسی نمیتونه دنبالشون بکنه، یعنی باید یاد بگیرن که چجوری با عام صحبت بکنن. آره این دور. بعد حالا یه چیزی گفتی ارگانیک گسترش پیدا میکنه، به نظرت در طول تاریخ همیشه ارگانیک زبان گسترش پیدا کرده؟ نه بعضی از موقع ها نه راست میگی، بعضی از موقع ها خیلی عمدی. ببین اصلا دین یهودیت و زبان یهودیت به طور عمدی و به طور خیلی آگاهانه یهودیات وقتی که از اورشلیم به زور آوردنشون بابل، اینا به طور خیلی عمدی تصمیم گرفتن ما منقرض، برای اینکه منقرض نشیم ما زبانمون رو یادمون نره. خب یعنی این خیلی به طور آگاهانه به طور عمدی اتفاق افتاد. یا زمانی که ایران اسلام داخلش اومد، در واقع فورس کردن مردم رو برای چند صد سال که زبان عربی حرف بزنن، حتی اسمای آدما رو عوض میکردن. نه مردم خودشون خیلیاش خودش خودی بودن، به طور به زور بوده ولی نه از عمد، به خاطر اینکه اگه مسلمان نبودی، عرب نبودی، یعنی مثل عربا نبودی، مالیات بیشتری باید میدادی. خب امتیازاتی داشت امتیاز. آره ولی خب عربا نمیخواستن، یه موقع هم اتفاقا نمیخواستن مردم مسلمان بشن، برای اینکه مالیاتی که به طور غیر مسلمان داشتن میدادن زیاد بود. یعنی خیلی موقعهای بعضی موقعهای مقاومتی هم علیه کسایی که داشتن همینجوری مسلمان میشدن که امتیاز بگیرن و مالیات ندن، بعضی از عربا تو شرایط نجات پرستی کردن که میگفتن اسلام برای ما خود عربا هست، اینا باید مالیاتشون رو بدن. یعنی اونم حالتهای مختلف بوده. یه چیز دیگه هم سریع من بگم قبل از اینکه برم سراغ بعد، این کارهای فرهنگی کردن اتفاقا چیزی که من یادم میاره اینه که زمان شاه، پدر بزرگ من وقتی که از بی پی وقتی که سقوط کرد، یعنی انگلیسی ها رفتن آمریکا اومدن، زمان شاه پدر بزرگ من برای شرکت بی پی بریتیش پترولیوم کار میکرد. بلکه انگلیسی رفتن آمریکایی اومدن، رفت برای شرکت آمریکایی کار کرد و این شرکت آمریکایی کارش هم انتقال فرهنگ آمریکایی توی ایران بود و انتقال فرهنگ ایرانی تو آمریکا. یعنی کار دفتر بابا بزرگ من این بود که مثلا بیاد دانشجوهای آمریکایی رو بیاد مثلا تو ایران مثلا مسافرت کنن، بیان تو خونه ایرانیا زندگی کنن توی اون مدتی که دارن سفر میکنن، که همین آمریکایی‌ها بیان با فرهنگ ایرانی آشنا بشن وقتی میرن خونه،
و هم ایرانی ها بیان مثلا آمریکایی ها رو فرهنگ مجله های آمریکایی رو مثلا این شرکت توی ایران ترجمه میکرد که سبک زندگیه. من خیلی برام جالبه که آمریکا اینقدر داشت هزینه میکرد که مردم ایران بیان روش زندگی مردم آمریکا رو ببینن تو مجله و مجله های ایرانی و این چیزا. یعنی یه چیز خیلی آره بگو من بگو. نه نه بگو بگو. وقتی بی طرف، حالا به نظر من اون یه بیزینسی بوده در واقع، کاملا بی طرفانه نوترال داشته این کار رو انجام میدن اینطوری که داری میگی. خب اینجا مثلا وقتی که این برمیگرده به اینکه محصولات حالا فرهنگی یا هر نوع محصول دیگه اون زبان چیه که بعد باید کدومش بیشتر گسترش پیدا میکنه، درسته؟ مثلا اگر که انگلیسی اینقدر گسترش پیدا کرده امروز، حداقل به خاطر اینه که کلی مقالات علمی مثلا یا بیزینسی در واقع انتشار پیدا میکنه به زبان انگلیسی، یا تکنولوژی به هر صورت داره به زبان انگلیسی میان، پس ناخودآگاه همین تکنولوژی که الان من گفتم مثلا فارسی نیست دیگه. ولی خب این ارگانیکه، یعنی به خاطر اینکه اونا محصولات بیشتری ارائه کردن توی این سالها، درسته؟ یعنی اون چیزی که شما میگی به نظر من خیلی اوکیه، به خاطر اینکه برمیگردیم اینکه حالا چقدر محصول داریم ما ارائه کنیم که زبان باش بره یا نره. محصول فرهنگی و غیره. یک بهترین روش تبلیغات فرهنگ و زبانت اینه که یک فرهنگ زبانی درست بکنی که انقدر که اصلا مشتری داشته باشه. خب برای مثلا کره جنوبی رو نگاه بکن الان، اونا که مثلا بیشتر از آلمان و بیشتر از اینا که اقتصاد ندارن، خب ولی مثلا فرهنگ جدید کره جنوبی انقدر مشتری داره تو جهان که داره خودش بدون که کره جنوبی اصلا بخواد یا بخواد اصلا، از عمد هم نیست، کسی هم روش کار تبلیغاتی نمیکنه. ولی یه زمانی مثلا فرهنگ آمریکایی یا فیلم‌های آمریکایی یا آهنگ‌های آمریکایی بیشترین فرهنگی بود که خارج از مرزهای اون کشور همه جای دنیا داشت پخش میشد. خب الان یه رقیب جدی داریم و اون کره جنوبیه. خب و اینم به خاطر این نبود که کره مثلا دولت کره جنوبی اومده گفته که ما بیایم آهنگ‌های کی‌پاپ رو مثلا بریم توی انگلستان پخش بکنیم. نه، انقدر جذاب بوده و انقدر مشتری براش تو تمام جهان بوده که خود به خود همه جا همه دارن مثلا. من برام یه چیزی که جالبه، من بیشتر از محصول فرهنگی بازم به نظرم دیگه نیست. آره ببین، من بیشتر از 30 تا کشور سفر کردم. خب من همیشه میگم من توی هر کشوری که میرم، توی مال، توی فروشگاه که میری، آهنگی که پخش میشه، چه تو آلمان باشی، چه تو آمریکا باشی، چه تو کانادا باشی، چه تو تایلند باشی، چه تو کره جنوبی باشی، تو فیلیپین باشی، چه هر جا باشی، آهنگ آمریکاییه. یعنی یا آهنگ خودشونه، اگه نباشه آمریکاییه. یعنی اینقدر فرهنگ آمریکایی همه جای دنیا پخش شده. الان یه چیزی که شبیه اون داره همه جای دنیا پخش میشه و خود تو آمریکا هم داره میشه، مثلا فرهنگ کره جنوبیه که همه جا داره پخش میشه بدون اینکه کسی آگاهانه بخواد اینو مثلا فشار بده که پخش بشه. و مقاومتی هم علیش وجود نداره. مثلا تو خود آمریکا خب، یعنی اتفاقا چقدر مالی اگه مشتری هست که هست. خب ما باید به نظرم ببینیم که چقدر وقتی که یک فرهنگ خودش جذاب باشه، کسی لازم نیست بیاد هزینه بذاره که اینو پخش بکنه. خب یعنی از پایین باید سعی کنین یه چیز جذاب ارائه بکنین به جای اینکه لازم باشه بیاین قاره بکنین که کسی اصلا اینو از شما بخره. خب من فکر کنم حالا همین چیزی که میگی ما در حال حاضر نه، ولی در گذشته محصولات فرهنگی خیلی جذابی داریم. اما خب ولی چرا گذشته یه چیز جدید کنارش هست؟ خب درسته، ولی چرا گذشته؟ ببین مثلا کره جنوبی حالا فرهنگ... خودت گفتی چقدر ما مشکل داریم دیگه الان. آره. که خب فرهنگ مولدی نیستیم ما اساسا. دقیقاً من میگم ما باید به جای اینکه بیایم سعی کنیم مثلا فردوسی رو به جهان بفروشیم، خب ببین مثلا چیزایی که به جهان قبول کرد چی بود؟ مثلا رومی رو خیلی همه دوست داشتن. خب خیام خیام آره، و این به طور ارگانیک دنیا اینا خیام و رومی رو گرفت، خب بدون که کسی فشار بیاره. خب شاهنامه رو که انقدر تو ایران دوست دارن، هیچ وقت انقدر تو دنیا چیز نشد، خیلی جذاب نبود. خیام که تو ایران از مثلا شاهنامه جذابیت کمتر مشتری داره، تو جهان از تو ایران بیشتر مشتری پیدا کرد. من میگم به جای اینکه بیایم گذشته رو سعی کنیم ما خودمون معلوم چیزایی که ما دوست داریم چیزایی نیست که جهان دوست داره، به جای اینکه بیایم بگیم چی رو به جهان بفروشیم، باید به جایی برسیم که ایران به جای اینکه فقط بیاد همش افتخار بکنه به گذشتهش، مردم ایران باید به فرهنگی که مدرنشون بتونن بیان افتخار کنن. یعنی یه جایی برسه که یه فرهنگای جدیدی درست بکنن که بیان بگن ما به چیزی که امروز ساختیم داریم افتخار میکنیم، نه چیزی که مثلا
هزار سال پیش بوده. خب اون که خیلی خوب ایده‌آله، ولی خب میدونی آسون هم، یعنی اساسا شما محصول فرهنگی داخل ایران تولیدش خیلی سخته. شما باید از هزار تا فیلتر بگذری، اساسا آخرش چیزی ازش نمیمونه که بخواد ارزش داشته باشه. حالا مثلا این تکوتوک ما یه کسی داریم مثل اصغر فرهادی رفته بیرون از ایران داره کار میکنه و کاراش هم واقعا داره دیده میشه. ولی خب این که الان اصلا واقعا سخت فکر کردم بهش که ما الان میتونیم محصولات فرهنگی که فراگیر باشه تولید کنیم. هرچند من باز یه ذره فکر میکنم که فرهنگ به صورت فرهنگی مردم ایران نسبت به منطقه بد نیست واقعا لولش. برای اینکه انقدر از گذشته انقدر زیاد داره که هنوز رونا میشه انقدر از گذشته داره که خیلی میتونه رونا اتکا کنه، ولی خب باید یه مقدار اتکا کردن رونا یه مقدار خطرناکه، برای اینکه باعث میشه چیزای جدید نسازه. آره نه، اینکه باید این آگاهیه باید باشه که شما نداری میسازی، میدونی. البته شاهنامه رو من اخیرا یعنی یه سال پیش فکر کنم که اسمشون یادم رفته، ولی دو تا هنرپیشه خیلی بزرگ صداها رو گذاشتن به انگلیسی و دارن در واقع شاهنامه رو به صورت انگلیسی دارن میدن. دو تا خیلی اسمشون یادم رفته، هنرپیشه هالیوودی خیلی معروف هستن و خیلی جالب، من یه تیکش رو شنیدم خیلی جالب بود. ولی چی شد؟ نه چی جالب میشه فکر مثلا یه آره خیلی جالب بود، یعنی حالا من اگه تونستم میفرستم فیلم هالیوودی از رستم بسازن چقدر جالب میشه. ولی میدونی شروعه سخته، وقتی مثلا شما اینقدر دید منفی نسبت به ایران هست، اینکه آدما استارت بخوام بزنن برن سمت این که ببینن چی هست تو این فرهنگ، برای خیلی برای آدمای عادی سخته. من خیلی به نظرم میرسه که خیلی همش از ایران که صحبت میکنن میگن مردم ایران توی چنگ یک رژیم خونخوار افتادن و اینجور چیزا، یعنی خیلی دیدگاه مردم جهان دید عمومی نیست آرمین، به نظر دید مردم عادی نیست که فقط دارن رسانه ها رو دنبال میکنن، دید آدم های یه ذره دیپتره، یعنی آدم که بیشتر هم دنبالش تحقیق کردن. نه من نمیدونم، به نظرم میرسه که من یه مثال، حالا این مثال البته خیلی قابل استناد بگو سری این آخرا برم سراغ بعدی. ما داشتیم یه جای قدم میزدیم، این نمایند در واقع دانشجوهای از طرف یونسکو داشتن کمک جمع میکردن برای در واقع یونسکو، پیش آدمای مختلف میرفتن و میگفتن شما کجایی هستین و بعد یه کمک جمع میکردن، اومدن پیش ما گفتن کجایی هستین، گفتن ایران، رفتن اصلا وای نستادن که بخوان چونه بزنن از ما کمک بگیرن. نه من ببین من خود من حالا ما تجربه‌مون این شخصیه، نیلوفر من آره این که قابل استناد نیست، آره قابل استناد نیست، من تجربه من اتفاقا خیلی برعکس بوده. نیلوفر من لینک گذاشتم بیاین بالا، من که نمیتونم هم لایف چت رو ببینم هم کامنت ها رو بخونم، میخوای بیا بالا، بیاین همتون بالا، لینک رو گذاشتم. چی میخواستم بگم؟ آها من تجربه‌م این، من تو کانادا تجربه‌م اینه که وقتی مثلا میگم چیز ایران، بعضی موقعا یه کسی میگفتش که عراق، گفتم نه ایران، یه دفعه فقط انقدر عجیب بود که یه نفر نمیدونست ایران و عراق و ایران فرقش چی بود، ولی بعضی میگفتن که خیلی موقعا دیدم که مثلا میگن او پرشن امپایر، امپراتوری ایران، میگفتم اون قبلا بود، بعد میگن که آها لایک یا میگفتم آها مثل گربه، اسم گربه رو میآوردن، اسم فرش رو خیلی اسم پرشیا میشناسن مثلا. آره نه خیلی من از هم اتفاقا خیلی از ایرانی ها میگن پرشیا، برای اینکه دوست ندارم بگن ایران، برای اینکه قاطی نشه با عراق، برای اینکه انقدر میترسن که بگن که از اینکه یکی اشتباه کنه که مثلا عربن، وا کلی میترسن یه موقع فکر نکنه کسی ما عربی، من قد نجاست اینجوریه بیشتر به خاطر الفبای اون. آره نه آره، ولی ببین ولی خیلی موقع ها ببین سه تا چیزی که بیشتر از همه من دیدم، نه چهار تا، نه بذار چیزی که نمیدونم چند تا، یا در یا اسم یکی اسم شاهار این رو آوردن، یا اسم فرش آوردن، یا اسم گربه آوردن، خب یا اسم زعفرون آوردن، یا اسم یه رستورانی که ایرانی که رفتن خیلی خوششون اومده آوردن، یا اسم یه ایرانی رو که اینا خوب نیست، یعنی من یه چیزی که خیلی اعصابم خورد میشه تا میگن که میگن از کجایی، میگم از ایران، میگن ای من فلانی رو فلان میشناسم اونم ایرانیه، چقدر آدم خوبی بود، اونم آدم میام میشناسیش، من میگم از کجا، یعنی میگم من ایرانی ام، من میگم آها من فلانی رو فلان جا تو فلان خیابون هم هست ایرانیه، خیلی دوستش دارم، میشناسیش؟ میگم من حالا همه ایرانیای تو شهر بعد میشناسم 10 نفر کلا. نه ولی یعنی
البته میگم این تجربه من آمار نیست، ولی تو ونکوور تو کانادا تجربه من این بوده که به فکر مثلا جمهوری اسلامی و ملاها وقتی می نفر میگی از ایرانی، به این فکر خیلی کس نبوده، به این چیزایی که من گفتم، یعنی به این فکر را افتادن. فکر میکنم کانادا البته یک جامعه که الان خیلی از ایرانی ها اطلاعات دارن، به خاطر اینکه جمعیت بزرگی هم جدیدن. درست ممکنه بخاطر این باشه. سام من باید برم میلاد و محسن و مرسی ممنون از وقت من. لذت بردم از حرفات خیلی و همچنین سپاسگزارم. متشکرم سام، فعلا.